امیر چی است که تو فرمان برداری او را میکنی؟ خدا میدان امیر خود را میشناسی یا نمیشناسی؟ مبادا که امیرت آیسای پاکستان باشد و آیسای پاکستان بر گرده هایت تحمیل کرده باشد که این کار را بکن و آن کار را بکن، تو مانندی یک غلام حلقه به گوش آیسای پاکستان کاری آیسای پاکستان را پیش ببری. اما نفهمی که من چی کار میکنم. خوش هستی که من امیر دارم و اطاعت امر امیر میکنم. عقل خودت را در کار بینداز، از منطق انسانی خودت کار بگیر، از علمی که الله عز و جل برایت داده از کار بگیر. ظلم تاریخی را باید از افغانستان برداشته شود. 20 سال به خاطر آن زدی که بر بالای ملت خودت ظلم بکنی، 20 سال به خاطر آن زدی که بر بالای ملت فقیر و بیچاره و در بدر و خاک بسر ظلم بکنی، 20 سال به خاطر آن جنگیدی که نان را امروز از دهان فقیر بکشی. تو نمیدانی که نبی من و پیامبر من صلی الله علیه و سلم فرموده است که لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. اطاعت امر امیر واجب است، اما نه در معصیت، نه در ظلم. اگر تو را امیرت امر میکند که برو ظلم بکن، سلاحت را به زمین بگذار، ظلم نکن. اگه امروز من ملا را فریب بدی، دیگر را فریب بدی، در فردای قیامت الله عز و جل را فریب داده نمیتوانی. اگر امیرت امر کرد که برو مسلمان را بکش، مسلمان میکشی. مقدر علم نداری، مقدر عقل نداری که این معصیت است نباید که در معصیت فرمان برداری امیرت را بکنی.